سازمان اف به از پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغانستانی که از ترس طالبان به این کشور پناه آوردن را متوقف کند عفه بین الملل به نقل از آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر 3.7 میلیون شهروند افغانستان در پاکستان زندگی می کنند. از جمله حدود 600 هزار نفر از آنها که شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، معترضان و افرادی هستند که از ترس انتقامجویی طالبان از آگوست 2021 از افغانستان خارج شدند. این سازمان گفته حداقل یک و میلیون افغانستانی با خطر اج اخراج اجباری روبرو هستند. حکومت موقت پاکستان از نوامبر سال گذشته میلادی برنامه اخراج اجباری بیش از یک میلیون افغانستانی فاقد مدارک قانونی از این کشور را آغاز کرد که به گفته عفه بین الملل برخی از آنها با بازداشت های خود سرانه و غیرقانونی قانونی برگردانده شدند و برخی خانواده ها نیز از هم جدا شدند و افرانی نیز در بازداشگاه های تازه تأسیس به سر میبرند و از دسترسی به خانواده کلا و کلاور ها محروم شدند. در همین حال تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان مدیریت می شود به نقل از یک مقام طالبان در شهر کراچی خبر داده است که در دو سال گذشته بیش از چهار هزار زندانی افغانستانی از زندانهای ایالت سند آزاد شدند و 150 نفر دیگر هنوز هم در زندانهای این ایالت هستند بیشتر از این افراد به خاطر مشکل اسناد اقامتی بازداشت شده بودند افزر رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان وضعیت مهاجرین به ویژه پناهجویان افغانستان که از ترس طالبان گریختن را چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض سلام و ادب خدمت شما همکار عزیز و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین سلام با وجود که چندین ماه از تصمیم دولت وقت پاکستان برای اخراج اون دسته از پناهجویانی که به گفته طرف پاکستانی غیر قانونی ساکن این کشور بودن همچنان ادامه داره و با گذشت به ویژه پس از سپری شدن ماه زمستان که بسیاری از نهادهای بین المللی و بالاخره منطقه توسعه میکنه که جلوی این اخراجی ها گرفته بشه اما طرف پاکستان همچنان مصمم هستش که این جمعیت رو از کشور خودش اخراج بکنه من. تاثیرات اون به ویژه در دو ایالتی که بیشترین تراکمه یعنی بیشترین پذیرای پناهجویان افغانستانی بودن به این شکل است که موجی از اختلافات مرزی و تجاری همچنان بر روابط دو کشور همسایه سایه افکنده و به نظر میرسه تداوم این سیاست اخراج افغانستانی های غیر مجاز به گفته طرف پاکستانی از این کشور همچنان میتونه به یک عامل اصلی در روابط از قبل نچندان خوبه دو تا کشور تبدیل برقرار بمونه این آمد. بله. پیش از این, با... پیش از این هم بارها افمن الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از وضعیت بد مهاجران اخراج شده از پاکستان نگرانی داشتند سرنوشت بله. بیش از یک میلیون مهاجر غیرقانونی دیگر افغانستانی چگونه خواهد شد هرچند سازمان عفو بین الملل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای اروپایی بارها به اقدام دولت پاکستان اعتراض کرده اما منطقی که اسلام آباد برای در پاسخ به این اعتراضات داره ارائه میده اینه که هر کشور حق داره به گفته طرف پاکستانی یعنی اینکه هر کشور حق داره اتباع خارجی غیر مجاز رو از کشور خودش اخراج بکنه هر چند طرف پاکستانی تاکید میکنه که ما برای دلجویی از اتباع کشور همسایه خود به اونا پیشنهاد میدیم که از کشور خارج بشن و به صورت قانونی با دریافت ویزا با دریافت روادید و استفاده از گذرنامه معتبر وارد کشور بشن البته وضعیت اون دست از افغانستانی هایی که همچنان ساکن پاکستان هستن یعنی افغانستانی های مجاز میشه گفت که به قول به گفته گزارش های رسمی دولت پاکستان از وضعیت مطلوبی در داخل شهرها برخوردار هستن اما آن دسته دیگر از پناهندگان ثبت شده در کمپ هستند هستن که به نظر نمیرسه وضعیت شایسته ای داشته باشه یا وضعیت مطلوبی بنامیم ببینید در دو استان بلوچستان و خیبر پختونخوا که گزارش ها حکایت از وضعیت شکننده این پناهجویان در کمپایی هستش که از امکانات اولی هم شاید محروم باشن بله در صورت تداوم روند اخراج اجباری پناهجویان غیر قانون از پاکستان در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت بحث اول تبعات اون در روابط دو کشور هستش حتی با وجود برگزاری انتخابات اخیر در پاکستان روی کار اومدن دولت جدید رژیم طالبان افغانستان مدعی هستش که خواستار روابط خوب با همسایه خودش پاکستان هستش اما باید جلوی سیاست تهاجمی علیه پناهجویان گرفته بشه و دولت پاکستان باید تجدید نظر بکنه در بحث بین المللی انتقادها از کشور پاکستان همچنان ادامه داره و کشورهایی که البته ما استانداردهای دوگانه در خصوص پناهجویان چه در اروپا و در قبال پناهجویان در آسیا نیز مشاهده میکنه اما در مجامع بین الملل میتونه برای پاکستان درد سرساز باشه این سیاست ممنونم از شما افزال کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد